با درود خدمت دوستان، طبق قرارمون امشب لایومون رو با حضور جناب معصومی آغاز میکنیم. چیزی که از دوستان میخوام قبل از آغاز صحبتها و بحث و گفتگوها که بدیهی با راهنمایی جناب معصومی همراه خواهد بود، دوستان هم اینویت دوستانشون رو شروع بکنن، هم اشتراک گذاری رو آغاز بکنن که ما بتونیم از همگی از فرمایشات جناب معصومی امشب بهره ببریم. من آقای نیک آهنگ رو هم زمینه کنم که احتمالاً از این مطلب علاقه من بشن بهره ببرن. یکی از بزرگترین معضلات ما به خصوص نسل نوین ما تشکیل احزاب، روش تشکیل احزاب و به حضور شما عارضم این که برای نیازهای اولیه برای تشکیل احزاب است و دانستن این نادانسته ها و متاسفانه با هر کدوم از دوستان هم ما صحبت میکنیم میبینیم که همه دچار ضعف علمی هستند در این زمینه. لذا من مژده بدم بهتون که امشب قویاً لایو ما قطع نخواهد شد، ولیکن ممکنه شما یه مقدار تیک روی تصویر ببینید. تیک تصویر رو به بنده ببخشید، ولیکن بهتر از این است که لایو قطع بشه و گفتمان شرکت کننده در بحث دچار نقص و بدون جمع‌بندی بشه. من درود دارم خدمت جناب معصومی، از ادب دارم خدمتتون و ازتون خواهش میکنم که بفرمایید و شروع کنید، دیگه ما هستیم که از حضورتون بهره ببریم. ارشاد میکنم، من هم خدمت شما و هم دیگر دوستان سلام دارم و امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشید. در آغاز میل دارم نکته رو تذکر بدم به دوستان. برای من مسئله‌ای به وجود نخواهد اومد اگر در حین صحبت در رابطه با مسائلی که صحبت می‌کنیم دوستان اگر طرح سوال دارن کاملا آزاده میتونن که صحبت من رو قطع بکنن، سوال رو بنویسن و طبعا جناب خسروی صحبت منو در جای مناسب قطع خواهند کرد و سوال طرح شده رو میخونن که من بتونم پاسخ بدم. بنابراین مشکلی نخواهد بود که در عین صحبت به شرط که سوال ها مربوط به صحبت باشه نه مربوط به چیز دیگری، به اون سوال ها طبعا در فرصت دیگری پاسخ خواهم داد. میتونیم شروع بکنیم؟ بله جناب معصومی، صدا میکنم. ببینید طرح موضوع مسئله احزاب و چگونگی شکلگیری احزاب و یا احیانا مسئله اینه که چه کارهایی باید موظف هستیم ما انجام بدیم برای این که بتونیم یک حزب تشکیل دهیم. قبل از اینکه من وارد این جزئیات تکنیکی کار بشم که فکر نمی کنم زیاد هم مهم باشه برای اینکه چیزی آشکار، ولی واقعیت اینه که شکلگیری احزاب یکی از مدرن ترین فرماسیون های اجتماعی هستن. یعنی حزب در یک جامعه میتونه شکل بگیره که اون جامعه در حد بالایی از تکامل اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته باشه. پدیده حزب پدیده است نوین، مدرن. بنابراین در دوره‌های تاریخی گذشته ما نمونه‌ای برای احزاب نداریم. به عبارت دیگر میشه اینطوری گفته وجود احزاب همزمان هست با شکلگیری جوامع مدرن که بر پایه اصالت فرد و آزادی فرد تشکیل شده. بنابراین انتظار اینه که ما مثلا در یک جامعه‌ای که همچنان روابط فئودالی در اون حاکمه هست قاعدتا انتظاریش بسیار بیجا و بیهوده.
و اگر هم چیزی به اسم حزب در یک همچنون جوامعی شکل بگیری یا تشکیل بشه که شده، این اتفاق افتاده، این یه چیز فرمایشگیست و عملا هیچ ارتباطی با یک حزب واقعی نداره. یکی از دلایلی که ما حالا بپردازیم به میهن خودمون، چون ما راجع به ایران داریم صحبت میکنیم، یکی از مواردی رو که اغلب به ویژه بعد از قدرت گرفتن، یعنی به اشغال در آوردن میهن توسط آخوندها، بارها و بارها میشنویم و در فضای مجازی بسیاری گلایه میکنن و شکوه میکنن که چرا اپوزیسیون نتونست متحد بشه، چرا نمیدونم ما نمیتونیم دور یک میز بشینیم و حرف هم دیگر رو بپذیریم و چراهایی از این قبیل. به نظر من تمام این چراها خودش در حقیقت جواب اون چرا رو هم میده، برای اینکه ما هنوز به تکامل نرسیدیم، ما هنوز انسانهای اجتماعی نیستیم، ما هنوز در روابط مدرن زندگی نمی کنیم. درسته که ممکنه آخرین مدل نمیدونم آرمانی و نمیدونم این مدلهای فلان رو بپوشیم و بهترین آرایش های نمیدونم آخرین مد رو انجام بدیم و شما نگاه بکنید، این بسیاری تو گروپ ها من شاهدش بودم، یکی از مشخصه های جوانانی که از کشورهای عقب افتاده میان شکل فریسیر موهای اون هست. یارو واقعا پول نداره که غذای درست و حسابی بخوره، ولی مثلا ماهی 300-400 کرون از امکانات، یعنی پول غذاش رو میده به سلمونی که مثلا موشو اینجا بتراشی، اون طرفشو نمیدونم یه دونه این زمان ما که بچه بودیم، این پسر بچه های ایلیاتی و دهاتی که با چوپوندارها میومدن تو شهر، اونطوری سرشون رو اصلاح میکردن، یه فکل داشتن فقط جلوی سرشون، ما برقی سر کاملا تراشیده بود. حالا این شده مود و شما این مد رو در بین جوانهایی که از جوامع عقب افتاده میان خیلی زیاد میبینید. این یه نمونه بود، میخواستم بگم که ما از آخرین امکانات تکنیکی برخواسته از جوامع مدرن استفاده میکنیم، ولی از جهت فرهنگی و اجتماعی همچنان در همون روابط عقب افتاده قرار داریم. خب در یک همچه جور جوامعی طبعاً مسئله وحدت نیروها، مسئله تشکل‌های سیاسی، تشکل‌های صنفی، حتی تشکل‌های فرهنگی دچار مشکل میشه. این اشکال هم اشکال بسیار بسیار قابل پذیرش و قابل قبولیه، یعنی طبیعی است، چیز عجیب غریبی نیست. شما حتی در انجمن‌های فرهنگی که به ویژه در طول این 40 سال در خارج از کشور تشکیل شده، این روند و این ویژگی رو میبینید. یه آقای مثلا انجمن فرهنگی ایکس رو تشکیل میده، تا ابد و دهر هم خودش مسئولشه. حالا 4 نفر هستن، 5 نفر هستن، بیشتر میشن، کمتر میشن، اون یه بحث دیگه است. در رابطه با کشور خودمونم ما این رو به عینه داریم میبینیم. ما یکی از بزرگترین پارولها، یعنی شعارهای سیاسی در دوران بعد از مشروطیت، دوران مدرن ما، مسئله دیکتاتوری و استبداد و دموکراسی. تمام نیروهایی که به زعم خودشون مخالف خاندان پهلوی بودن، بلکه دوران مدرن ما دوران پهلویه و این 40 ساله اخیر که یه بازگشت نیست دوباره به اون دوران تهجر، همشون یکی از موارد مشخص نقدشون از خاندان پهلوی مسئله دموکراسی بود. پس معذرت میخوام، این 40 سال ما رو که وقتی به این صورت گفتید من ناخودآگاه خندم گرفت، چون داشتم به سیر من ببخشید من بی‌ادبی کردم، خواستم بگم اگر خندیدم یه موقع حمله بر بی‌ادبی من گذاشته نشه. من در سیر تکاملی این دیدم که ما داریم حرکت میکنیم به سمت این که به حضورتون عارضم که با دنیای مدرن آشنا شدن، بعد یهو شما فرمودید ما این 40 سال رو دند عقب رفتیم، یهو وضعیت خودمون رو بهش فکر کردم و واقعا خندم گرفت که حمله بر بی‌ادبی من نشه. واقعا یک عقب‌گرد عظیم و
دردناک به عقب داشتیم با روی کار آمدن فرقه خمینی و دار و دسته آخوندها. این دلیل که جای شکی نیست. به هر حال میخوام عرض کنم تمام جریانات سیاسی مخالف پهلوی یکی از استدلالاشون، یکی از برهانهاشون برای حقانیت خودشون نشان دادن اینه که اونها محق هستن و حق دارن این بود که اوکی ما در زمان شاه همه چی داشتیم، آزادی های اجتماعی داشتیم، آزادی های فرهنگی داشتیم، فلان و فلان فلان، ولی آزادی سیاسی نداشتیم، اختناق سیاسی داشتیم. و یکی از برهانهای دیگری که بر علیه این خاندان و در کلیتش نظام پادشاهی میاد اینه که این ارثیه و این دموکراتیک نیست. اوکی؟ حالا برگردیم اون طرف این معادله رو نگاه کنیم. اونهایی که این اتهام رو میزدن این به این مفهوم نیست که اونها هم همشون آدم های شاموتی باز، خیلی هاشون شاموتی باز بودن، خیلی هاشون خائن بودن، خیلی هاشون مأمور بودن، اونا به جای خودش محفوظ، ولی توی این خیلی عظیم دستجات و گروه های سیاسی که تشکیل شده آدم های سالم و وطن پرست هم وجود داشتن. بنابراین این یک نوع نگاه اشتباه بوده به قضیه که بعدا بهش میپردازیم، ولی به هر حال یکی از اون استدلالات مسئله دیکتاتوری. خب حالا برگردیم نگاه کنیم به این سازمان ها و تشکیلات. کدومشون اولا در درون خودشون یه تشکیلات دموکراتیک داشتن؟ همشون رهبریت حزب عملا یه چیز ارثی شده. اگرم بابا مرده، پسره یا برادره یا پسر خاله یا دوست نزدیک جانشین شده. یعنی مسئله امرار عالی میفرمایید شما. به خدا اصلا نمیدونم، من اگه بودید الان شما رو من بغل میکردم. این هیچ کسی نمیتونست به این زیبایی، این درد بزرگی رو که من همش حس میکنم و نمیتونم چیه هیچ جوری بیانش بکنم رو به این زیبایی که شما میفرمایید بگن. واقعا یکی از نکات ماست، یکی از نکات ما این که کجا بعضی هاتونم که اصلا میشدن امامزاده مثل مصدق. یعنی با این که 60 سال گذشته ولی همچنان 1001 متولی داره این امامزاده ملی و مصدقی. و جالبم اینه که هیچ کدوم از این متولیان هم همدیگر رو نمی دارن. اینها همه نشان دهنده واقعا عدم رشد اجتماعی و فرهنگی در جامعه ما. برای اینکه ما همطور که عرض کردم حزب یه پدیده مدرنه، مال جوامع مدرنه، و ما تا رسیدن به این مرحله از تکامل اجتماعی خیلی فاصله داریم، خیلی فاصله داریم. به ویژه که این 40 ساله زجرآور اخیر لطمات بسیار بسیار سنگینی به این رشد و تکامل سیاسی اجتماعی زده. البته از زاویه دیگری اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، جنبه های مثبت هم داشته. همه چیز به قول معروف بد نیست، منتها این جنبه های مثبت هیچ ارتباطی به ویژگی این خود پدیده نداره، این یه چیزیش جانبی. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم اینه که روابط درون حزبی هم در میان این احزاب و دستجات و گروه هایی که ما داشتیم، اینها روابط سالم سیاسی و اجتماعی نبوده. ببینید من مثلا یه نمونه برای شما بیارم. ما در تاریخ سیاسی خودمون بعد از مشروطه وقتی که صحبت میکنیم، که البته همچنین بی ربط هم نیست ولی نه آنچنان که مدافعانش مطرح میکنن، مصدق یکی از بارزترین چهره های لیبرال ما میتونست به حساب بیاد. البته من اصلا قبول ندارم ایشون لیبرال بود، ایشون یه بارقه هایی از لیبرالیزم رو داشته. حالا به چه دلیل داخل این طرح اصلا مسئله نمیشم، چون مسئله ما نیست اصلا این مسئله. ولی نکته مهمی که برای من مطرحه اینجاست، و در بین مریدان مصدق یا همراهان مصدق اگر دو تا چهره سالم، فرهیخته و فهیم و ایران دوست بخوایم نام ببریم، یکیش زنده یاد دکتر صدیقی است
استاد دانشگاه پدر جامعه شناسی ایران، و دیگری خلیل ملکی. اینا دو تا از فهیمترین و باشعورترین و فرهیخته ترین چهرهای سیاسی ما هستند در دوران معاصر. زمانی که مصدق طرح رفراندوم رو مطرح میکنه و مجلس رو، چون مصدق رو یکی از کهنهای مثبتی رو که براش قائل هستن که ایشون به قانون اساسی وفادار بود، قانون اساسی مشروطه، و یکی از استدلالاتی که به نفع مصدق و به علیه محمد رضا شاه پهلوی مطرح میشه سر جریان 28 مرداد اینه که قانون اساسی مشروطه رو محمد رضا شاه زیر پا گذاشت، در حالی که کاملا اشتباه و غلطه و مغرضانه است. ولی وارد این بحثم نمیخوام بشم، این بحث تاریخی است که جاش اینجا نیست، درگیرش نمیشه. ولی به هر حال هم دکتر صدیقی و هم خلیل ملکی به مصدق توصیه میکنن، اعتراض نمیکنن که آقا این کاری که تو کردی برخلاف قانون مشروطه است، برخلاف قانون اساسی مملکته. از این زاویه باهاش برخورد نمیکنن، بهش میگن آقا این کاری که تو میکنی خطرناکه، چون اگر تو مجلس رو منحل بکنی در غیاب انحلال مجلس تمام قدرت سیاسی و تصمیم گیری منتقل میشه به شاه، و شاه اون وقت رو خیلی راحت میتونه کله پا بکنه. مصدق جوابش جواب بسیار ابلهانه و بسیار زشتیه به نظر من، از یک کسی که سمبل قانون مداری در تاریخ معاصر ما، این چنین سخن بگی واقعا خیلی سخیفه، به نظر من خیلی خیلی زشت زننده است. جواب میده که جرأت نمی کنه، شاه جرأت نمی کنه. من به نتایج تاریخیش کاری ندارم، اما من به این ارتباطی که بین این دو فرد و مصدق وجود داره میخوام اشاره بکنم. هر دو با وجود این که مخالف میگن آقا ما مخالفیم، ولی چون شما میفرمایید چشم. خلیل ملکی خیلی جالبتر حرف میزنه. خلیل ملکی میگه آقا ما با این حرف مخالفیم، ولی من با شما تا جهنمم میام. براتون بفرمایید دلی. یعنی رابطه ای که بین اینا وجود داره اصلا هیچ ارتباطی به یک رابطه سیاسی و یک رابطه مدرن نداره. این رابطه ایست که یه مریدی با یک مراد داره، مرادش داره دلی. این عیناً مثل یه رابطه ایست که بین یه بسیجی و خمینی وجود داره. خمینی میگه آقا برو اینا بکش، یارو سوال نمی کنه چرا، گناهش چیه که من باید برم بکشمش، بیره میکشتش. خمینی میگه آقا این کار رو بکن، کسی جا سوال نمیکنه چرا. یعنی این رابطه، اون وقت شما انتظار دارید در یک همچجور جامعه ای یک ساختار مدرنی مثل تحزب به وجود بیاد و عمل بکنه. نمونه شما همطور که عرض کردم فتح فراهون داریم در تاریخ معاصر خودمون، در تاریخ خودمون احزابی که تشکیل شده، درگیری های درون حزبی که به وجود اومده که حتی به کشتن و ترور همدیگه پرداختن. بنابراین این سال که چرا ما ایرانیان وطن پرست نتونستیم، ناکام بودیم، موفق نشدیم در خلال این 40 سالی که میهنمون رو در معرض نابودی و خطر میبینیم با هم دیگه متحد بشیم و یک سازمان سیاسی متشکل و کارآمد بسازیم، این ناشی از عدم علاقه من یا سوء نیت من و شما نیست. این ناشی از اینکه اون بنیانهایی که باید این طرح رو بتونه متحقق بکنه، بتونه به وجود بیاره، در جامعه ما هنوز به وجود نیامده است. جناب معصومی، من اینجا یک سوال برام پیش میاد. ما احزابی رو میبینیم که شکل گرفتن در قالب قومی قبیله‌ای. حالا شما نمونه از احزابی فرمودید که مراد و مریدی بود.
ما احزاب میبینیم شکل گرفته است در کشور در قالب قومی قبیله‌ای مثل کومونه. اونها هم حزب نیستن آقای خسروی، اونها هم شامل همین مشخصات هستن. شما هم میبینید همچنان مثلا آقای بارزانی 100 سال پیش جدش مثلا به عنوان یکی از معترضین قوم کرد در عراق بوده، بعد از اینکه مرد پسرش اومده سر کار. بدون شک الان هم که اینا یه قدرت سیاسی تشکیلاتی به دست آوردن در اقلیم کردستان، شما نگاه بکنید تمام پست‌هایی که وجود داره، پست‌های درجه اول و چرب و چیل به قول معروف دست وابستگان خانوادگی بارزانیه، جز به عوامل بارزانیه یا کسانی که با اونا موافق هستن، هیچ تفاوتی نمی‌کنه. عینا مثل اینکه ناصر به مثلا آقا محمد خان قاجار کریم خان زن رو کله پا کرد بعد خودش اومد سر کار، تمام حکام و نمیدونم والی های ولایات و نمیدونم کوفت و زهرمار و اینا همه از گیر قاجار شدن دیگه. ما وقتی که یه مقایسه میکنیم اصلا به این مسئله من خواهم پرداخت. جالبه تنها ساختار سبق اصلا نظام پادشاهی پهلوی متفاوت بود با نظام های پیش از سیاسی قبل از خودش. پهلوی ها یکی از شایسته سالارترین ساختارهای سیاسی جامعه ما بودن، یعنی اصلا تعصبی نداشتن که آقای شازده فرمان فرما که توسط رضا شاه سرنگون شده مثلا مستر کارهای خیلی مهم بشه، اصلا براشون مسئله نبود، مسئله توانایی اون آدم ها مطرح بود. ما تا اون سوال داریم به این مسئله کسی که تصمیم به قتل و ترور خودشون رو هم حالا میگم از این مسئله نمونه های تاریخی زیاد هست که آدم میتونه یکی یکی مطرح بکنه، ولی اون چیزی که مهمه اینه که ما بپردازیم که واقعا این جریان تعصب چرا در کشور ما نتونسته شکل بگیره و پا بگیره و دلایلش رو بخوایم جستجو بکنیم. این جریان فقط در بین ما هم نیست، ببینید در بین نیروهای چپ هم هست. من همونطور که اون دفعه خدمتتون عرض کردم، خب مدتی سابقه کار عضویت در یکی از احزاب اروپایی یعنی حزب چپ سوئد رو داشتم. خب من به عینه واقعا میبینم اختلاف نظرهایی که در بین فراکسیون‌های داخلی این حزب وجود داره، که وجود داشت مثلا برای اینکه این پروسه تشکیل حزب کمونیست سوئد به حزب چپ یه پروسه طولانی بود. حزب کمونیست سوئد یکی از اولین احزابی بود که بر علیه کومینترن به اصطلاح قیام کرد و از کومینترن جدا شد، شد ونستر پارتی یعنی کمونیستان، ونستر پارتی کمونیستان، حزب چپ کمونیستان. بعد از یه مدتی این کمونیسمش هم از بین رفت، حذف شد در یک کنگره ای و شد فقط حزب چپ. ولی اونهایی که مثلا مخالف این برداشتن کو که مال کمون نشانه کمونیست بود از اسم حزب بودن، اینا که تو حزب از بین نرفتن، اینا بودن تو حزب. و اونهایی که مخالف بودن که باید این کو رو برداریم مایه حزب چپ بشیم، خب اونها هم بودن. اختلاف بین اینا خیلی 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 بیشتر از اختلافاتی است که مثلا بین سازمان چریکی نمیدونم فلان و سازمان پریکی فلان وجود داشت. ولی اینا با هم دیگه توی حزب هستن، فعالیت میکنن، در موارد کلی هم با هم دیگه بر علیه هم دیگه کار نمیکنن و یه خط سیاسی رو که به توافق میرسن پیش میبرن. این نشان دهنده بلوغ جامعه است. حالا بپردازیم که چرا اینطوری هست، یعنی این شرح قضیه بود، توصیف وضعیتی که ما درش هستیم. اما چرا اینطوری هست؟ این چراش به نظر من با توجه به سابقه بیش از 100 ساله تلاش ملت ما، جامعه ما برای رسیدن به یک جامعه مدرن و یک جامعه دموکراتیک یه مقدار سوال برانگیزه. یعنی زمانی که جامعه ایرانی دوران قاجار که هیچ نسبیتی و سنخیتی با مؤلفه های مدرن در جوامع مدرن نداره، در چنین شرایطی بخشی از جامعه ما موفق میشه و این رو عملی میکنه که یک انقلاب اساسی و
جاندار، یک انقلابی که به واقع انقلاب بود و ریشه های بسیار عمیقی در فرهنگ جامعه ما داشت، در سایه این انقلاب هم تشکل سیاسی به وجود بیاره، هم خود انقلاب و از جهت محتوایی بتونه به ثمر برسونه. چرا ما و بعد مسئله مدرنیسمی است که یا پهلویسمی که توسط رضا شاه حاکم شد بر ایران بعد از انقلاب مشروطه و اون مراحلی که ما تا سال 57 طی کردیم و ما رو واقعا به عنوان یک کشور نمونه روبه رشد که وارد مراحل اولیه یک جامعه مدرن داشت میشد رسونده بود، چرا تعصب در جامعه ما نتونسته شکل بگیره؟ اونها تونستن، ولی چرا ما نتونستیم؟ این دلیلش چند چیز هست. من این رو به عنوان یک طرح اولیه مطرح میکنم. روی این واقعا باید کار کرد، روی این طرح و ویژگی های اون رو باید شناخت و راجبش تحقیق کرد و بست و توسعه داد تا بالاخره ما بعد یه روزی بر این بدبختی ها و این عقب افتادی ها فائق بیاییم، یعنی تا ابد و درد که نمیتونیم بشینیم آقا چرا اینطوریه، چرا اینطوریه، چرا اونطوریه. خب ببینید، یکی از قبل از اینکه وارد این طرح بشم یه نکته دیگر هم اشاره بکنم. یکی از ویژگی های جوامع غیر مدرن که مشخصه های جوامع فئودالی تر رو داره شخصیت، پرسونالیته، شخصیت آدم ها، منم آدم هاست. شما توجه بفرمایید، این حالا کاری ندارم به این، من به چپل چپولا کاری ندارم، ما به خودمون میپردازیم، از خودمون نمونه میاریم، بهتره برای اینکه ایجاد مسئله هم نشه، از مسیرم خارج نشیم. ما در بین جریانات ملی و نیروهای ملی آدم های فهیم، فرهیخته کم نداریم و آدم های وطن پرست هم اینطور. ولی در کنار این صفاتی رو که من برشمردم، یه صفت دیگه هم وجود داره، یه ویژگی دیگه هم وجود داره، اون منیته، منم. هیچ کدوم از این بزرگوارانی که من بسیاریشون رو میتونم نام ببرم، هیچ کدوم از این بزرگواران حاضر نیستن در کنار هم دیگه بایستن. همیشه هر کدومشون این انتظار رو دارن که یه پله 5 سانتی هم شده بالاتر از دیگران بایستن. خب طبیعیست با یک همچنین وجه نگاهی، با یک همچنین ویژگی هایی، امکان وحدت و گرد هم اومدن به وجود نمیاد. اگر هم به دلایلی، به دلیل فشارهای بیرونی اینها مجبور بشن که این اتفاق افتاده، برای چند سباهی دور هم دیگه جمع بشن، بلافاصله با اولین بهانه‌ای که به دست میارن جنگ و دعوا و از هم دیگه جدا میشن و هر کسی میزنه به تیپ و تاپ هم. خب داشته اینه که ما بابا همونطور که عرض کردم آقای دکتر شدیم، از دانشگاه هاروارد هم دکترامون رو گرفتیم، آقای مهندس شدیم، از فلان دانشگاه معتبر تکنیکی نمیدونم انگلیس و آمریکا و سوئد و فرانسه هم مهندسیمون رو گرفتیم، ولی واقعیت اینه هنوز تو دوران قاجار داریم زندگی میکنیم. از جهت ویژگی ها تو دوران قاجار داریم زندگی میکنیم، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی. آخرین لباس مدرن رو هم میپوشیم، خونمون هم قربونش برم از خونه نمیدونم هنرپیشه های هالیوود هم، خیلی شما همین برج هایی که تو تهران ساخته شده رو نگاه بکنید، اصلا هیچ سنخیتی با ساختار جامعه ایرانی داره؟ خیلی همه اینا رو داریم، ولی تو این کله، اون چیزی که تو این کله داره میگذره مال حاج آقا میرزا آقاسیه داره تو این کله میگذره. بنابراین ما به جای اینکه هی نق بزنیم که چرا اینطوریه، چرا اونطوریه، چرا اونطوریه، اونهایی که
به خود اون دلیل نق زدن خودمون رو باید حداقل بدونیم. یعنی در حقیقت آسیب شناسی سیاسی و اجتماعی جامعهمون رو باید شروع بکنیم و تشخیص بدیم چرا اینطوریه. این چیزی رو که من میخوام واردش بشم و طرح مسئله بکنم اینطوری شروع میشیم. اجازه بدید قبل از اینکه وارد مثلا بشم به یه نکته دیگه اشاره بکنم، یه نمونه بیارم پارالل، که همین مسئله تحزب و احزاب در جوامع مدرن که جوامع غربی هستن چگونه اتفاق افتاده. طبیعتا تجربیات متعددی هست، شما در انگلیس میتونید نمونه هایی از تاریخ انگلیس بیارید، من در سوئد، شمال اروپا، اسکاندیناوی، نمیدونم دیگران از کشورهای دیگه، ولی اون چیزی که برای من نزدیکتر و محسوس‌تره من از سوئد مثال میزنم. ببینید تمام احزابی که در سوئد وجود دارن اینها برخواسته از یک جریان فرهنگی اجتماعی در جامعه هست. مثلا حزب لیبرال اینجا این برخواسته از یک جنبشی به اسم جنبش ضد الکل. مثلا ربطی هم ممکن به سیاست نداره، چون اینجا مصرف الکل به عنوان یه معضل بزرگ اجتماعی بود و حدود 100 سال پیش جنبشی را افتاد ضد الکل که مشروب نخورن آدم. از میان این جنبش یه چیزی به اسم حزب لیبرال فولک پارتی در میاد. از بین جریانی که بر علیه کلیسای دولتی، چون اینجا کلیسا و دولت یک نهاد هستن، نهادی هستن در هم دیگه تنیده شده، تا همین چند سال پیش کلیسا وابسته بود به دولت، همین چند سال پیش بود که کلیسا طلاق گرفت به قول معروف از دولت، شد خودش یک واحد جداگونه و دولت هم یک واحد جداگونه. ریشاش در تاریخ سوئد هست، مورد نظر ما نیست، ولی در حدود همین بعد از جریان پروتستانتیزم در اروپا، جریانات پروتستانتیست اینجا یه جریان به وجود اومد به اسم کلیسای آزاد، که یعنی ما کلیسای دولتی نیستیم. از بین این جریان حزب کوده یا به اصطلاح حزب دموکرات های مسیحی به وجود اومد. از بین جنبش کارگری در سوئد که یکی از پیشتازترین و نخستین جریانات به اصطلاح کارگری بود در اروپا، ما دو تا حزب کمونیست و حزب سوسیال دموکرات رو داریم. ببینید تمام این احزاب از یک جریان اجتماعی فرهنگی در جامعه از درون اونها به وجود اومد. اینطوری نبود که آقای ایکس و ایگرگ و نمیدونم زد بشینن دور هم دیگه و تصمیم بگیرن که یه حزب بسازن، مثل کاری که ما میکنیم، که اغلب همون دو سه نفری که مؤسس هستن تا ابد و دهر هم همون دو سه نفر میمونن به عنوان اعضای حزب، یا در بعضی موارد اصلا یه نفره فقط میشینه اساس نامه مینویسه، بیان نامه مینویسه، مرام نامه مینویسه و پوف مینویسه و ما من حزب هم من اونم به داره نه به بار آهاد میشه حزب نمیتونم. در حالی که تعذب همطور که اشاره کردم در بربستر یک جریان سیاسی اجتماعی فرهنگی در جامعه از درون اون برخواسته اومده بشون. ما در کشور خودمون تنها جریان استخوانداری رو که داشتیم و امکان به وجود آوردن یک به اصطلاح تشکل سیاسی رو هم با خودش هم میکرد جریان مشروطه بود. در دوره مشروطه این کار رو کرد در شکل خیلی محدود، ولی بعد شوربختانه به دلایلی که اشاره خواهم کرد مسئله متوقف شد. در ایران چطور بوده؟ در ایران احزاب اول تشکیل شدن، بعد از تشکیل شدنشون خواستن یک جریان سیاسی اجتماعی فرهنگی را بندازن. بارزترین نمونه اون حزب توده است. حزب در جامعه ایران که ما جنبش کارگری نداشتیم، ما اصلا هنوز کارگر نداشتیم،
کارخونه نداشته که کارگر داشته باشه، که جنبش کارگری داشته باشیم، حزب سوده که شما رو به خدا اصلا بهش حزب نگید. یعنی وقتی نه چرا اتفاقا حزب سوده، نه نه اتفاقا تنها حزبی که حداقل از جهت شمایی، یعنی از جهت قبول چیز شکل حزب رو داشت، حزب توده بود. ولی مسئله اینجاست، ببینید فلسفه وجودش منطقی نبوده جناب مسعود اصلا ابدا. ولی اینکه این مسئله بسیار مهمه، رسیدگی به این قضیه به نظر من بسیار بسیار مهمه، هم به خاطر اینی که چپ واقعا باید یک نگاه دوباره به خودش بندازه و هم ضد چپ ها باید یک نگاه دوباره به این پروسه بندازن. ببینید اولین کسی که رهبر کمونیستی که ما در تاریخ ایران میشناسیم و دبیر کل حزب نخستین حزب کمونیست ایران بوده که در بندر پهلوی یا بندر انزلی تشکیل شد، آقایش به اسم سلطانزاده که ایشون معاصر لنین هم بوده و در نقطه بسیار جالبی میکنه در کنگره ملیت‌های روسیه در اون موقع در طرفای فکر کنم جمهوری‌های آسیایی شوروی که قبلا متعلق به ایران بود، در اونجا سخنرانی میکنه، یه سخنرانی بسیار جالبی میکنه آقای سلطانزاده. آقای سلطانزاده میفرمایند که شرایط برای انقلاب سوسیالیستی در ایران آماده و فراهمه. توجه بفرمایید، اون موقع مسئله عمده و بسیار مشکلی که مسئله ساز شده بود در جریان چپ اروپایی این بود که آیا اصولا شرایط برای انقلاب سوسیالیستی در یک کشور عقب افتاده ای مثل روسیه آماده است؟ یعنی اون موقع انگلستان و آلمان که پیشرفته ترین کشورهای صنعتی بودند، بسیاری از انقلابیون کمونیست قبول نداشتن که شرایط برای انقلاب سوسیالیستی در این کشورها هم هنوز فراهمه. ولی یهو اینجا آقای سلطانزاده در یک مراسم کاملا رسمی اعلان می‌فرمایند که شرایط برای انقلاب سوسیالیستی در ایران در اون موقع آماده و فراهمه. خب به این آدم دو چیز بیشتر نمیشه گفت، یا این آدم یک ابله احمق بی سواده، یا این آدم یه دیوانه ایست که از دیوانه خانه فرار کرده، لباس آدم ها رو پوشیده اومده بیرون. یعنی نخستین تماس هایی که ما داشتیم با جریان سوسیالیستی که یک جریان پیشرفته و انقلابی بود در زمان خودش، یه همچه جور نگاهی بود. ما اولا به سرچشمه های اولیه سوسیالیست دسترسی نداشتیم و هرچی که از سوسیالیسم داشتیم توسط روسا بوده، از طریق روسا که اونا هم خودشون یه درک عقب افتاده ای و یه درک مجهولی از پدیده مارکسیسم داشتن، ما از طریق اونها اینا رو گرفتیم. و به همین دلیلم جریانی که به وجود اومد زائده ای از حزب کمونیست روسیه بود. و به همین دلیلم اونچه که در ایران پس از اون توسط کمونیست ها اجرا شد، نه به خاطر نیازهای واقعی جامعه ما، بلکه برای تحقق بخشیدن به منویات حزب کمونیست روسیه بود که در حقیقت به عبارت دیگر لباس نوعی بر دامن ناسیونالیسم پرخاشگر و متجاوز روس پوشونده بود. یعنی شما سیاست روسیه رو در رابطه با ایران وقتی که ارزیابی میکنید، عیناً همون سیاست دولت تزاری است و همینطور ادامه داشته در زمان بعد از باشی هم همچنان ادامه دارد، در زمان آقای پوتین هم همینطوره، همون سیاستی رو که در دوره پتر کبیر به اصطلاح مؤلفه های اصلیش تحریزی شد، همون در دوران تمام دوران سوسیالیستی ادامه پیدا کرد و بعد از فروپاشی سوسیالیسم هم همچنان در دوران جناب پوتین ادامه داره. و حزب توده مجری
منویات اون سیاست بوده در رابطه با ایران، بدون هیچ گونه برو برگرد. بنابراین حالا همونطور که عرض کردم، تنها حزب استخاندار درست و حسابی از جهت تشکیلاتی که در ایران به وجود اومد و اون حزب توده بود، اول حزب رو به وجود آورده، من به درستی و نادرستی و صداقتشون در رابطه با جنبش کارگری کاری ندارم، ولی اول حزب رو ساختن، بعد خواستن جنبش کارگری در ایران به وجود بیارن، که دیدیم عملا این جنبش کارگری جنبش توده های محروم جوامع شهری بود، اصلا هیچ ارتباطی به جریان به اصطلاح کارگری و رشد صنعتی و غیره و ذالک و اینها نداشت. ببینید، ما برای اینکه این پدیده رو یکم بهتر بفهمیم باید یه نگاهی بندازیم به دوران معاصر خودمون و شروع دوران معاصر خودمون. ما یک کشوری بودیم در دوره قاجار به واقع عقب افتاده، یعنی فاصله ما با کشورهای مدرن غربی اون زمان فاصله چند قرنی بوده. نخستین بارقه های تغییر و دگرگونی در ایران ما زمانی آغاز شد که در غرب انقلاب فرانسه، انقلاب بزرگ بورژوازی فرانسوی رخ داد. نخستین سنگ بناهای اصالت فرد و آزادی فردی در این انقلاب کاشته شد و بعد به تکامل رسید. ما توسط ارتباطات بسیار محدودی که داشتیم با این اندیشه ها، با واسطه های طبیعی، بسیار موانع طبیعی و ساختاری این ارتباط، جامعه ما یواش یواش اندیشمندانش، برگزیدگانش، الیتش با این مفاهیم و این مقوله ها آشنا شد. همزمان با اون در ایران ما یه اتفاقی افتاد که تکان بسیار سختی به وجدان ملی ما وارد کرد. ما درسته که بعد از صفویه، دوره انقراض ما، انقراض سیاسی ما و تضعیف قدرت سیاسی ما شروع شد. یه لحظه ایزه فرمید اینجا. شما معتقدید که در صفویه ما در سیر سعودی بودیم؟ نه، ببینید، نمیخوام صفویه بشیم، فقط همین، فقط سوال میپرسم. آیا در نه، ما در زمان صفویه یه قدرت سیاسی بودیم. همین، متشکرم. اینطوری بهتره بگیم. و بعد از فروپاشی صفویه، با وجود اینکه نادر خب تلاش کرد دوباره اون قدرت رو احیا بکنه و اینا، ولی به هر حال نشد، ولی به هر حال شروع شد این سیر به اصطلاح اضمحلال شروع شد. تا دوران قاجار، اوایل دوران قاجار، به هر حال هرچند که ما وضعمون خیلی خراب بود، ولی در ذهنیت ایرانی همچنان یه چیزی وجود داشت که ما جزء قدرت‌های بزرگ هستیم. همینطور هم بود. ما مثلا می‌تونستیم در زمان محمد، آقا محمد خان قاجار، با در گرجستان بجنگیم، نمی‌دونم پیروز بشیم در این طرف، همینطور یه کمی شاخشونه‌ای می‌تونستیم هنوز بکشیم. دو تا جنگی که ما با روسیه کردیم که منجر به عقد دو قرارداد فاجعه بار گلستان و ترکمنچای شد، این تکان بسیار سختی به ما وارد کرد. ما یهو ای بابا، ما هیچ نیستیم. با اون وضع فلاکتبار ناچار شدیم بریم زیر سلطه روسیه. در این دوره، این دوره است که ما نشانه های به اصطلاح ارتباطمون با غرب یه مقدار وسیع میشه و اون مقوله هایی که بهش اشاره کردم وارد جامعه ما میشه.
الفاظی مثل آزادی، مثل فرد، مثل حکومت قانون وارد میشه. هنوز به مفهوم اون دقیقاً پی نبردیم. یک طرح به اصطلاح شماتیکی از حکومت قانون داریم که ولی نمیدونیم این قانون چی هست واقعاً و محتوای این قانون چیه. جناب مسئولی، من میتونم اینجا میان کلامتون چند مطلب رو سوال کنم؟ خواهش میکنم. من از جنبندی فرمایشات شما الان به این نقطه رسیدم که جامعه ایرانی در پس چند دوره بحران اجتماعی و چند جنگ منجر به افول و عرض و خدمت شما ثمره یک حرکت عمومی در طول تاریخ به یک بی‌هویتی سیاسی و یا بی‌هویتی فرهنگ سیاسی رسیده، بعد واژه‌هایی مثل آزادی رو شروع میکنه وارد کردن. آیا منظور همینه؟ ببینید، وارد کردن نیست. ببینید، هیچ ارادهی پشت این قضیه وجود نداشته و قبل از اونم هیچ هویت خاصی که ما بتونیم روش انگشت بزنیم وجود نداشته. درست می‌فرمایید. یعنی در حقیقت واقعیت امر اینه، همزمان با شروع دگرگونی و تحول در غرب، در اروپا که منجر به دوره رنسانس میشه، یعنی تقریباً از قرن 14-15 به اون طرف، این پروسه تضعیف یا انجماد تکاملی در جامعه ما آغاز شد. تا زمانی در همون اوائل دوره صفویه به شکلی ما بالاخره یک کمی عرض شاخ و شنگ چیزی میکشیدیم، ولی واقعیت بود که روز به روز ما داریم از حریف که در اون سوی دریا هاست داریم عقب میفتیم. اونها هی جلو میرن، ما هی عقبتر میفتیم. ولی این بحث من نیست. بحث من روند این دگرگونی هاییست که در کشور ما به وجود اومده، به اون میخوام بپردازم که چطوری شد که این طوری شد. به قول شیرازی ها، چطور شد که این طور شد؟ یعنی همینطوری اتفاق نیفتاده. این نظر همزمان با این رویداد، این مسائل در هند، ما با یه جریانی در بین پارسیان هند به وجود اومد که منجر به چاپ و نشر کتاب‌های قدیمی تاریخی تاریخ ایران شد. و این کتاب‌ها از طریق هند وارد ایران شد و نخستین تجربه‌های، برخلاف اون چیزی که معموله و همه می‌دونن که نخستین تماس‌های ما با دنیای غرب از طریق عثمانی و از طریق آذربایجان شروع شد، نه خیلی اینطوری نبود. اولین تماس های ما از طریق هند و شرق ایران به وجود اومد. چاپ این کتاب ها و طرح این کتاب ها که از نمیدونم دوران هخامنشی و دوران ساسانی و اینها صحبت میکرد، یواش یواش ذهنیت جامعه ایران رو تنگرهایی بهیستد. برای که ما تا اون موقع خودمونو یا رعیت سلطان میدونستیم یا امت اسلام. درسته که خودمون رو ایرانی میدونستیم و فارسی صحبت میکردیم، ولی این هویت ایرانی آنچنان هویت متمایز و برجسته‌ای نبود. هر دوی این دو جریان، یعنی هم آشنایی با گذشته تاریخی ایران و هم آشنایی با پدیده‌های نوینی که در غرب شکل گرفته بود و تکامل پیدا کرده بود، ذهنیت جامعه ایرانی رو دگرگون کرد که این روند در مجموع خودش منجر به انقلاب مشروطه شد. این خیلی شماتیک و خیلی ساده این مسائل رو من دارم طرح میکنم. دوستانی که مایل هستن در این عرصه بیشتر بدونن و تاریخ مشروطه ایران مراجعه بکنن، آثار پیشگامان نهضت مشروطه مثل کرمانی، مثل طالبوف، مثل آخوندزاده، مثل مدکم خان،
و و و و رو بیشتر مطالعه بکنن. کارهای بسیار 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 گرانقدر دکتر فریدون آدمیت رو در معرفی این اندیشه ها میتونن مطالعه بکنن، بخونن. جنبش بابی رو میتونن خوب بررسی بکنن و از این طریق به خیلی از مسائل میتونن پی ببرن. من اینو خیلی سرفصلی همینطوری دارم مطرح میکنم، برای اینکه بحث ما یه بحث آکادمیک هم نیست. ما میخواییم راجع به پدیده‌ای به اسم تعذب داریم صحبت میکنیم. ولی همه اینا چند تا نتیجه داشت. یکی از نتایجش این بود که مردم ما متوجه عقب ماندگی عظیم ما با دنیای متمدن و پیشرفته شد. و این عقب ماندگی آنچنان عظیم بود که واقعا در مخیله هیچ کدوم از این وطن پرستان نمی گنجید که ما بتونیم در این عقب ماندگی فائق بشیم. به همین دلیل یکی از مشخصه های اندیشه های وطن پرستان، ایران دوستان و آزادی خواهان ایرانی تقلید از غرب. این قضیه تا اونجا پیش میره که یه آدمی مثل تقی‌زاده مثلا که یکی از بزرگترین چهره‌های دوره مشروطیت و معاصر ماست، معتقده که از فرق سر تا نوک ناخون ما باید غربی بشیم، در همه چی باید از غرب تقلید بکنیم، پیشروی بکنیم. یعنی فشار روانی که این عظمت عقب افتادگی و فاصله در رشد و تکامل جامعه، در صنعت، در فرهنگ، در ما به وجود اومده بود، عیناً دیدیم دیگه. تو بعضی از این فیلم‌ها هم دیدیم صمد نمیدونم به شهر می‌رود، مثلا یه دهاتی بعدا یهو وارد شهر میشه، اصلا هاج و واج می‌مونه، این چیه اون چیه، هیچ چیز براش اصلا قابل درک و قابل فهم نیست. و این واقعا به این شکل، بنابراین فائق اومدن بر عقب افتادگی اقتصادی و اجتماعی یکی از آرزوها و یکی از آرمانهای بزرگ انقلابیون مشروطه. اینو شما داشته باشید. از طرف دیگه تحکیم این هویت جدیدی که ما کشفش کردیم. آقا من بچه کیم؟ من سید عبدالحمید معصومی، حالا راست و دروغش رو که نمیدونم، شما رو میدونید دیگه، اکثر این سیدها قربانش برم تقلبی هم دیگه، برای خودشون میدونم. جان معصومی، ما نمیخواستیم مسئله رو بازش کنیم، ما نمیخواستیم این مسئله رو بازش کنیم، شما خودتون بازش کردیم. نه مسئله نیست، اصلا مشکلی نیست، اینا همش جزو جهلیات جامعه ماست، ولی اهمیت نداره با در واقعیت هم وقتی که نگاه بکنیم. در رابطه با این مسئله بعضی از این ایران دوستان بسیار بسیار متعصب ما سر اینجور مسائل واقعا به نظر اینجور لجبازی ها و اشاره های عجیب قریبی که میکنن، ولی واقعیت اینه ما در یه منطقه زندگی کردیم در خاورمیانه، محل عبور اقوام بوده در طول هزارها. من چهار راه تاریخی الان اشاره کردید، بعضی از این ناسیونالیست های داخل گیومه عرض میکنم، فوق‌العاده صحبت از نژاد پاک آریایی میکنن، من نمیدونم این نژاد پاک آریایی رو کجا میخواییم ما پیدا بکنیم. من یه اینجا صحبتم زیاد شد، یه کمی بذارید طنزی بیارم اینجا، الان یک ساعت گذشته از صحبتمون، در همینجا اگر اجازه بدید این بحث رو قطع بکنم و احیانا اگر دوستان عزیز سوالی چیزی دارن سوالهاشون رو طرح بکنن، بقیه رو بندازیم برای جلسه آینده. ولی برای حسن ختام این گفتگوی خسته کننده یک حکایتی رو براتون تعریف میکنم که واقعیت داره. شما میدونید زمانی که در پایان صفوی محمود افغان در حقیقت از قوم پشتو که به اصطلاح به ایران حمله کرد و بساط دوران صفوی رو و شاه سلطان حسین رو برچید،
قتل و غارت زیادی کرد، به ویژه در کرمان، به دلیل اینکه کرمان مقاومت کرد، خیلی سخت مقاومت کرد. بعد از اینکه کرمان رو فتح کرد، به قول قاسم دایجان ناپلئون، در کرمان خیلی بی‌ناموسی کرد لشکریان محمود افغان و زمان خیلی طولانی هم ازش نمیگذره، حدود 200 خورده ای سال اینطوری، 200 سال از اون زمان میگذره، همچنین دوران طولانی نیست. هنوز در ذهن تاریخی مردم کرمان این قضیه تازه است، یعنی مادر بزرگ مادر بزرگ مادر بزرگ مثلا تو اون دوره زندگی کرده. ظاهرا کرمانی ها زیاد پاپه این دوره تاریخی نمیشن. تو رادیو بود زمان زنده یاد محمد رضا شاه پهلوی، از مثل کلوب تاریخی همچجور برنامه های اینطوری بحث بود راجع به تاریخ کرمان. تعدادی از مورخین کرمانی اونجا بودن، من جمله باستانی پاریزی هم بود. بعد راجع به این مسئله صحبت شد و همه به شکلی صحبت آره مادر بزرگم مثلا تعریف کرده بود که رفته بود تو طبیله تو انبار کاه قایم شده بود، اون یکی رفته بود نمیدونم تو تنور قایم شده بود، اون یکی رفته بود نمیدونم. خلاصه همه این مورخین به شکلی با روایت هایی که ارائه دادن مادر بزرگاشون رو از زیر ضربه خارج کرد. نوبت رسید به باستانی پاریزی. باستانی پاریزی هم که یکی از فتیخته ترین و فهیم ترین مورخین ماست، آدم بسیار نازنین و شوخ طبع و تنازی بود، یادش بخیر. نوبت که با اون رسید، باستانی پاریزی گفت با قبل از هر چیز میخوام خدمت شما عرض کنم که من به مادر بزرگم افتخار میکنم، به تنهایی جور همه زنهای کرمان رو کشید. بعد دیگه خب قلقله ای شد. حالا من این که دید وای، یعنی مطلب جواب در چمه برسان مزمیتی یه تیکه ای رو به من گفتن آقا در این حمله عرب فقط من سید شدم. یعنی تمام صحبت این بود خسروی خودتو پس نکش جا مزمی. من گرفتم پیام شما رو قربان. عمل بسیار زشت مرسوم تاریخ بود متاسفانه. بعد همین امروز هم شما در این درگیری هایی که در بالکان یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد شاهد این جریان هست. بله، یعنی تجاوز عمومی، تجاوز جنگی به زنها به دلایل متعدد و این یکی از واقعا کثیف‌ترین و زشت‌ترین جنایات جنگی، ولی امریش که در طول تاریخ اتفاق افتاده. و حالا شما در نظر بگیرید در یه منطقه مثل منطقه خاورمیانه و ایران که محل عبور اقوام ترک، تاتار، مغول، عرب، نمیدونم لشکریان حالا جنگ های صلیبی به این طرف نیومدن، ولی ما همیشه محل عبور صلح‌جویانه و خشن اقوام پیرامون خودمون بودیم و حتی در درون همین منطقه هم این اتفاق افتاده، این جا به جایی ها افتاده. بنابراین صحبت از نژاد پاک، اولا منهای اینکه اصلا مفهوم نژاد از جهت علمی یه مفهوم بسیار بسیار غلطی است و اصلا اون چیزی که ما از نژاد استنباط میکنیم واقعیت نداره و وجود نداره، از اون که بگذریم امکان پذیر نیست که در منطقه‌ای مثل منطقه ما بتونیم از چیز خالص و پاکی بهره‌مند باشیم، یعنی وجود داشته باشیم. ولی تفکر میتواند خالص و پاک باشد، اینو قبول دارید که تفکرم نمیتونه خالص و پاک باشه، برای اینکه تفکری که خالص و پاک باشه یعنی تفکری است که در تماس با چیزهای دیگه نداشته. ببینید اون چیزی که یکی از ویژگی های این نکته رو من به ویژه به دوستان بسیار ناسیونالیست ایرانی میگم، یکی از ویژگی های ناسیونالیسم ایرانی و فرد به اصطلاح اصلا این ناسیونالیسم ایرانی اینه که ما بر مبنای خون ایرانی نیستیم، ما بر مبنای فرهنگ ایرانی هستیم. اون ملاتی که همه ما رو به هم دیگه وصل کرده خون نیست، فرهنگه. شما این ویژگی رو در هیچ
ملیت دیگری نمیبینه. دقیقا شما دارید اتفاقا اشارتون اشاره خیلی درستیه. اتفاقا این من فکر میکنم قریب به اکثریت ناسیونالیست ایرانی ما در این اصل که ما به قومیت اصلا اهمیت نمیدیم، اینکه چه نژادی داریم از کجا آمده این مهم نیست و فارغ از هر چیزی ما تحت فرهنگ ایرانی آموخته ایم و بزرگ شده ایم و با اون افتخار میکنیم در حقیقت تکیه میکنن و این به همین دلیله که ما میگیم ناسیونالیست ایرانی چیزی خلاف ناسیونالیست جهانه، به همین دلیله که ما میگیم نمیتواند ناسیونالیست ایرانی ریسیست باشد، یعنی ناسیونالیست ایرانی رو با یک ریسیست در سطح اروپا و غرب مقایسه کردن، شاید بشه به این صورت گفت که ما واژه‌ای برای آنچه که باید بهش بگیم امروز نمیگوییم ناسیونالیست ایرانی، واژه‌ای براش نداریم و متاسفانه از این واژه ناسیونالیست داریم استفاده میکنیم، ولی اونچه که ما بهش میگیم ناسیونالیست ایرانی هیچ ربطی به نژاد نداره جناب مسعود. به هیچ وجه، به هیچ وجه ناسیونالیسم ما از واژه وطن پرست میتونیم استفاده کنیم. اصلا بحثی نیست، من که عاشق واژه وطن پرست و میهن پرستم، بحث ما اینا نیست. اون چیزی که من میخوام بهش، مگر قاسم سلیمانی باشه عرض شبه خدیه نجات خاصی باشه، اون دیگه واقعا من دیگه واقعا اونجا رو من در مورد نجات اون من نمیتونم به چه حرفی بزنم. ببینید قاسم سلیمانی یا هر آدم دیگری چه شروب چه بزهکار چه بد کیش چه سالم چه انسان چه شریف، اینا پدیده هایی است که با انسان ها میان و با انسان ها میرن. آفرین، بسیار زیبا. من یه چند خوبه حالا راجع به این مسئله، چون دیدم از اون بحث اصلی خودمون خارج شدیم. بله دیگه، چون شما فهمیدید که اون بحث رو تا اینجا میخواین بسته نگه دارید، راجع به این مسائل هم صحبت بشه. ببینید این خیلی مهمه، ما وقتی راجع به این پدیده ها و این مفاهیم صحبت میکنیم درک مشخصی داشته باشیم و تعریف درستی از اون ارائه بدیم. ببینید بسیاری از ما ایرانی به اسلام و هجوم عرب ها یک تراما شده، به قول معروف ترامای تاریخی شده برای ما و به نظر من نگاه ما در اغلب موارد بسیار نگاه غیر راشونه نیست، غیر عقلانی است به این پدیده ها. اولا ما وقتی راجع به ایران داریم صحبت میکنیم، اون ایرانی که در ذهنیت ماست مثل اینه که ما مثلا در دوران ساسانی ایران اون روز رو کردیم داخل یه قوطی کنسرو، درش رو بستیم، لحیمش کردیم، امروز که ما کاشف ناسیونالیزم ایرانی شدیم در این کنسرو باز کردیم و الانی که ما با ایرانی که مورد نظر ماست این ایرانی که از قوطی کنسر اومده بیرون، یعنی انگار نه انگار که 1400 سال فاصله است بین این 1400 ساله رو نمیتونیم ولی میخواییم قیچی بکنیم بندازیم دور. یا بسیاری حتی از اینم پیشتر میرن اون قوطی کنسر رو پر میکنن از ایران زمان هخامنشی. نکته جالب اینه که دوره 300-400 ساله اشکانی که یکی از بزرگترین و پرثمرترین دوره‌های تاریخی ما بوده اینجا اصلا مطرح نمیشه، مثل اینکه ما مستقیما از دوره هخامنشی پریدیم تو دوره ساسانی، از دوره ساسانی هم مستقیما پریدیم تو دوره پهلوی، این وسط هیچی وجود نداره. این یک نگاه بسیار عقب افتاده، اشتباه و غیر عقلانیه. و مسئله مهم اینه که لطمات خیلی جدی به رشد و تکامل فرهنگی و اجتماعی ما میزنه این نحوه نگاه. اینطوری فقط نیست حال باشه آقا، این تعصبی که گاهی مواقع من میبینم هیچ ایرادی نداره. ببینید زبان هر 10 سال هر 20 سال یک باری تغییر میکنه. امروز من بعد از 30 خورده سال برگردم تهران با یه جوان 22 ساله ایرانی صحبت بکنم، بسیاری از اصطلاحاتش رو نمیتونم بفهمم. اجازه بفرمایید جناب مسعودی، من اینجا با شما مخالفت بکنم. من مفتخرم به زبانم
به خاطر اینکه در چند تقریبا 2 یا 3 سال پیش بود در یک جشنواره از کشورهای در کشورهای خارجی به زبان ایرانی به عنوان یکی از به همین زبانی که ما داریم سخن میگیم یکی از اسکلت دارترین در حقیقت زبانهای جهان شناخته شد به خاطر اینکه کمترین میزان تغییر رو در طول 1000 سال داشته و این پر عجبه که شما میفرمایید که من بابک خسروی امروز اگر یک صفحه شاهنامه رو باز کنه به خوندنش شاید با 2 یا 3 کلمه غریبه بابک خسروی شاهنامه نخونده 2 یا 3 کلمه غریبه برخورد بکنه. این به علت به حضور شما عرضم که 2 چیز میتونه باشه، یا ما مردمان عقب مانده ای هستیم، نه یا ما مردمان عقب مانده ای هستیم یا دارای زمان بسیار کاملی در زمان خودش بوده ایم که امروز تا این حد نیاز به تغییر نیست. وقتی جهان این رو تایید میکنه و به ما جایزش رو میده ما که نمیتونیم منکر جایزش بشیم. اما اشتباه نظر من رو بفهم، خواهش میکنم. یکی از ویژگی های همطور که اشاره کردید، یکی از ویژگی هایی که گفتید، ما زبان سعدی رو امروز براحتی میفهمیم، ما زبان سنایی رو براحتی امروز میفهمیم. حتی یه آدمی که در سطح خیلی متوسط زبان فارسی رو وارده و بهش مسندن، اما یه انگلیسی در همون سطح شکسپیر رو نمیفهمه، شکسپیر رو نمیتونه بفهمه، اسکار وایلد رو نمیتونه بفهمه. توجه میفرمایید؟ این یه چیز دیگه است. اون چیزی که من بیشتر بهش هم اشاره کردم به جوان 22 ساله، چیزی است که ما در به اصطلاح غرب بهش میگیم، نمیدونم به انگلیسی چی میشه ولی به سوئدی بهش میگن سلنگ، یعنی اصطلاحات. مثلا دو طبقه کردن، من چه میدونم دو طبقه کردن یعنی چی؟ اینا یه اصطلاحاتیه که ولی اگر تو ایران بودم میتونستم بگم اسکل مثلا، نمیدونم اسکل جزء ادبیات فارسی ماست، گم شده اتفاقا از توی دل ادبیات کشیدن بیرون. حالا من خدمت رو بگم، چون به اصطلاحات اسکل اسم یک پرنده است، این پرنده دانه هاش رو جمع میکنه، خیلی ها متاسفانه نمیدونن، دانه هاش رو جمع میکنه برای زمستون، ولی زمستون دونه هاش رو پیدا نمیکنه، گم میکنه، اینو بهش میگن اسکل. حالا میخوام اینو بگم که این ویژگی ها وجود داره. بله. این نحوه نگاه که نگاه به نظر من بهش میگم یک طور نگاه نوستالژیک به هویت ایرانی، نگاه درستی نیست و از جهت تاریخی هم اصلا منطقی نیست. نکته دیگه ای رو من اینجا اجازه بدید اشاره بکنم. بله. که بسیاری از این دوستان خیلی روی تاریخ تأکید میکنن. بله. تاریخ، تأکیدشون روی تاریخ در اون حد میشه که توی کوچه پس کوچه های تاریخ گم میشن و همونجا میمونه. تاریخ هیچ قدوسیتی بر ایمان نداره، تاریخ فقط یک مخزنیست از نتایج کارهایی که پیشینیان ما انجام دادن، تجربیات اونها رو ما باید استفاده بکنیم. حسن تاریخ این نیست که من بزنم، حالا افتخار کردن میگم بحثی ندارم، من هیچ ایرادی ندارم کسی بگه من افتخار میکنم که ایرانی هستم، طبیعیه که من نمیدونم چطوری آدم باید افتخار بکنه ایرانی باشه. من همیشه خب ایرانیم، عروس من که سوئدیه به من میگه تو هیچ وقت داد و بیداد نمی کنی که ایران نمیدونم فلان، ولی آدم حس میکنه با تمام وجودت ایران رو دوست داری. خودم طبیعیه، این چیز عجیب غریبی نیست. من به شما بگم، من خود من همینجا بعد از 30 خورده سال، بعد از سالها من از کنار اولین شهری که اونجا زندگی کردم در این میهن دوم رد شدم. وقتی رد شدم واقعا احساس خونه به هم دست داد. اینو که نمیشه باش آدم بجنگه، هیچ به اصطلاح مباینتی هم من نمی بینم که من هم دلم برای ایران بتپه هم دلم برای
مملکتی که شده مملکت من 30 خورده سال از عمر پرودکتیو یعنی عمر سازنده و تولید کننده من تو این مملکت گذروندم. طبیعیه که من ارتباط پیدا کردم، منطقه این ارتباط در با گذشت زمان میتونه تعمیق بشه، میتونه تضعیف بشه. به عبارت دیگری میخوام این رو عرض کنم، احساس ملی، خوب توجه بفرمایید، ما چیزی به اسم ملیت به عنوان یک پدیده ابجکتیو نداریم. ملیت احساسه، احساسی است که من نسبت به میهنم دارم. این احساس عیناً مثل احساسی است که من به شما به عنوان یک دوست دارم، به همسرم به عنوان یک شریک زندگی دارم، به فرزندانم به عنوان نتیجه و ثمره زندگی دارم. یک رابطه است. این رابطه اگر ازش محافظت بشه، تیمار بشه، ازش مواظبت بشه، میتونه تقویت بشه، میتونه قوی بشه. ولی اگر ازش محافظت نشه، بهش بی احترامی بشه، بهش بی توجهی بشه، طبیعی است که ضعیف میشه. تا اونجا که ما حتی میبینیم یک رابطه عاشقانه بین یک زن و مرد میتونه حتی تبدیل به یک رابطه تنفرانگیز بشه. بنابراین نگاه ما به این پدیده ها و این مقوله ها باید سعی کنیم نگاه های منطقی و عقلانی باشه، نه بر مبنای احساس. اینجا لازمه به یه نکته دیگر هم من اشاره بکنم، میشه تقریبا 20 دقیقه گفتگوی ما بعد تموم میکنم، و اون اینه که تأکید روی داده های تاریخی. ببینید ما تا چندین سال پیش، حدود 7-8-10-12 سال پیش، اینی که منظومه گیلگمش که در بابل کشف شد قدیمی ترین اثر مکتوب بشری است. بله، من بچه بودم، اولین کتابی بود که اصلا یه کتابی بود به اسم گیلگمش، من خالم اولین کاری بود داد. بله میدونم، یه کتاب رو کوچیک بود ایشون به من داد به اسم گیلگمش. من با گیلگمش اونجا آشنا شدم، اولین چیزی بود که به عنوان یک کتاب باش آشنا شدم، گیلگمش. البته دو تا روایت ما از گیلگمش در زبان فارسی داریم، یکی ترجمه دکتر منشیزاده است که ایشون استاد زبانهای خارج بود، زبانهای تاریخی بود و در دانشگاه اوپسالای سوئد تدریس میکرد و ایشون ترجمه کرده. یه چیز دیگری، ترجمه دیگری وجود داره به نام آقای احمد شاملو، حماسه گیلگمش از احمد شاملو، که ایشان هم در مقدمه این کتاب یه کمی فوش بار آقای منشیزاده کردن و ترجمه ایشان رو، ترجمه بسیار بدی خوندن. یه سوال خیلی گنده برای من وجود داره، احمد شاملو که هیچ زبان خارجی جز زبان فارسی بلد نبود، چگونه زبان تاریخی مثل زبان سومری ها رو بلد؟ از کجا یاد گرفت؟ احمد شاملو یک استثناء تاریخیشون در مورد فردوسی هم، ایشون دو بیت شعر با وزن و قافیه نگفت، ولی در مورد فردوسی به حضور شما اظهار نظر کرد. بماند، من خواهد، ما از این پدیده ها زیاد داریم. نه آقای خسروی، چیز نکنید، ببینید شاملو شاعر من بحث ندارم، من شاعر نیستم، ایشون رو قضاوت نمی کنم، ولی مطمئنم که آقای شاملو دو بیت وزن و قافیه نگفته. شعر نو می گفت. پس آدمی که شعر نو میگه دو بیت وزن و قافیه نگفته، خب نمیتونه شاملو ایرادش به فردوسی به خاطر شاعر بودنش نبود، به خاطر خود شاهنامه بود. خب حرف بسیار ابلهانه ای زد و عاقبتش هم مجبور شد که عذرخواهی بکنه. برای این که من میدونم اون چیزی که شاملو در رابطه فردوسی در برکلی، در اون سخنرانیش در برکلی گفت، در حقیقت شنیده هایی بود از آقای دکتر حسوری، استاد دانشگاه تهران، استاد تاریخ. و شاملو آدم سالمی نبود، آدم دروغگویی بود. با شما موافقم، توجه میفرمایید، و دروغ زیاد گفته مثل خیلی های دیگه، ولی نگید شاعر نبود، برای اینکه شاعر واقعا هم شاعر.
یکی از بهترین شاعران معاصر ما، ولی از جهت محتوا آدم موج سواری بود. در حقیقت شاملو شاعر جریان چپ ماست. همونقدر که جریان چپ ما بی محتوا و متزلزل و ارزان قیمته، همونطور هم شعرهای شاملو، نه همش، اون شعرهایش که جنبه های سیاسی و تبلیغاتی داره، در همون سر برسن به صلاح و حد قابل ارزشه. بسیار بسیار شعرهای آبدوختیاری. ولی بگذاریم، بعد ایشون کلی به منشیزاده بد و بیرا گفته به ترجمهش، بعد یه ترجمه دیگه هم به نام خودش چاپ کرده. من میشه جسارت بکنم یه به حضور شما عارضم که یک شخصی رو که من اسم نمیبرم اینجا میشناختم قریب چند سال پیش، که از بیسوادیش همه دوستان ما در کنار یکدیگر همیشه نالان بودیم. بعد خیلی علاقه من بود که تو مدیا مطرح بشه، بیاد و تبلیغات فرهنگی بکنه، و حالا حتی میگفت اگه من بشه هنرپیشه بشم، باور بکنید که دارم عرض میکنم، حالا کار نداریم بعد سرش به کجا در اومد. این آدم اینو باور بفرمایید، یه روز خودش عیناً به من گفت و من صدای ضبط شده ایشون رو بابت این گفتار دارم، برگشت به من گفتش که بابک این مثلا این مطلب رو به این صورت گفتم فلانی 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 عصبانی میشن، اینا که به من فوش بدن من معروف میشم. من تفکرم اینه که جناب شاملو در بسیاری موارد اظهار نظر کردن، نه برای اینکه نظرشون این بوده، برای اینکه کم معروف تر بشن یا هدف دیگه ای رو دنبال میکردن، و الا من اصلا جایگاهی نداشته که ایشون در رابطه با گیلگمش و ترجمه گیلگمش بیاد مثلا اون اظهار نظر کنه. یه مسئله این که شاملوچی هست واقعا مسئله فردی این قضیه هست، ولی این یک فکت تاریخی بود. گیلگمش قدیمی ترین اثر منظوم نیست که بشر داشته. بعد از کشفیات بم در فلات ایران آثاری به وجود پیدا شد، لوحه هایی پیدا شد، این لوحه ها هنوز همش خونده نشده، بلکه زبان بسیار دشواری داره. قدمت این لوحه ها 4-5 هزار سال قدیمی تر از گیلگمشه، یعنی تمدنی که در اونجا وجود داشته 4-5 هزار سال قدیمی تر از تمدن گیلگمشه، و در بخش هایی رو که تا کنون موفق شدن بخونن شباهت های بسیار بسیار نزدیکی با افسانه گیلگمش بود. این به چه معناست؟ این به این معناست که افسانه گیلگمش مال بابل نبوده، مال فلات ایران بوده و از فلات ایران رفته به اونجا. بنابراین تأکید آنچنان مثلا قرص و محکم روی داده های تاریخی که ما فلان بودیم، ما بیسان بودیم، ما بهمان بودیم، به نظر من کار منطقی و راشنی نیست. گنجینه ای از تجربیات پیشینیان خودمون باید نگاه بکنیم و اون رو برای زندگی امروز و آیندهمون استفاده ازش بکنیم، نه اینکه تو کوچه پس کوچه هاش گیر بکنیم و بمونیم. نکته دیگه اینه که داده های تاریخی رو باید تفسیر کرد. داده های تاریخی رو طابق نعل به نعل ما نمیتونیم، بلکه که ناقصه، بلکه همه گذشته نیست که به ما منتقل شده، بخش هایی از گذشته است که به ما منتقل شده. ببینید، ما وقتی که لوحه هایی پیدا میکنیم در خرابه های تخت جمشید که در اونجا لیست حقوق کارگران وجود داره، بعد من جمله ما با پدیده رو برو میشیم در این لیست حقوقی، حقوق زایمان به کارگر زن. بدیهیست، کاملا روشنه، ما نمیدونیم واقعا این مسئله تا چه حد معمول بوده در این دوره. آیا فقط کارگرانی که در کاخ کار میکردن شامل این قوانین بسیار انسانی و مترقی بودن، یا در سرتاسر امپراتوری شاهنشاهی، یا در بخش هایی از اون؟ از این مسائل اصلا اطلاع نداریم ما.
هیچ امکانی هم برای این که این اطلاعات رو، این حفره‌های خالی تاریخی رو پر بکنیم نداریم. ولی من چیز دیگه از این میفهمم و تفسیر میکنم و درک میکنم. مفهومی به اسم حقوق زایمان، یه مفهوم مدرنه که در قرن بیستم در دهه های 50 و 60 در پیشرفته ترین سیستم های رفاهی حاکم در کشورهای اروپایی مطرح شد. و ما این مفهوم رو داشتیم یک زمانی و این به این مفهوم ما رسیده بودیم. برای اینکه این پدیده مطرح بشه، همینطوری اینطوری نیست که از آسمون یه چیزی تق بیاد مثل آیه قرآن. یه پیش‌شرط هایی در جامعه باید وجود داشته باشه تا اون جامعه بتونه یه همچه جور پدیده ای رو، یه همچه جور فنومنی رو کشف بکنه. یعنی این پدیده، این فنومن یه پدیده ایست متعلق به روابط بسیار گسترده و پیچیده شهری متمدن. عرض من اینه، چه شرایط اجتماعی و فرهنگی در 2500 سال در ایران حاکم بوده که یه همچه مفهومی رو میتونه به وجود بیاره؟ چون نمونه اون رو شما در هیچ فرهنگ یا در هیچ تاریخ دیگری نمیبینید. اگر بناس، من نمیدونم واقعا بناس آدم به تاریخی افتخار بکنه یا نکنه، آدم سرباز شما بچه‌تون مثلا اگر بچه‌تون یه معتاد نمیدونم قاچاقچی بشه طبیعتا سرفکنده هستید، ولی اگر بچه‌تون یه پژوهشگر کاشف یه نمیدونم چیز عجیب غریب علمی بشه، خب طبیعتا بهش افتخار میکنه. به این هیچ ایرادی نداره و بسیار ما بجاست. من افتخار میکنم که مال فرهنگی هستم، مال سرزمینی هستم، مال تاریخی هستم به اسم ایران. ولی این افتخار کردن نباید موجب چیزای دیگری بشه که بزن آدم به سینش عین این گوریلایی که تو فیلم تارزان آدم میبینه دب 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 که من اجازه دارم جناب معصومی اینجا رو با شما با دلایل مخالفت بکنم. برای که اجازه ندارید دستید ما داریم گفتگو میکنیم. من مخالفت هم احتیاجی نیست. این شب رو من اختصاصا برای بهره بردن از فرمایشات شما برنامه ریزی کرده بودم و سپاسگزارم که تونستیم آیا به مفهوم و فلسفه آنچه که حق زن رو در 2000 و اندی سال پیش به فرمایش شما در جامعه ما به اون سطح میرسونه که حقوق زایمان برای حالا هر زنی عرشب خدمت شما تشخیص داده بشه و بهش داده بشه، آیا ما در طول این ده هزاره گذشته این امکان رو داشته ایم که به حضورتون عرضم که در اون باب صحبت بکنیم و در اون باب کنکاش بکنیم، و اگر امروز کسی بیاد و بر اون باب کنکاش بکنه و گفتگو بکنه آیا داره اشتباه میکنه؟ آیا نباید بدونیم که چرا چیزی رو که مردم جهانی که امروز بهشون میگیم جهان متمدن پس از 2000 سال بهش رسیدن، ما در اصلا اون فرهنگ چه بوده است که ما 2000 سال پیش بهش عمل میکردیم؟ آیا این غلطه به نظر شما؟ به نظر من اصلا غلط نیست، ولی مسئله اینه که چه نتایجی بخوایم از اون بگیریم. ببینید اولا همونطور که من اشاره کردم من مورخ نیستم. بله. این اطلاعات هم اطلاعات بسیار اولیه و سطحیه. به عنوان محقق که من نمیتونم راجع به این مسائل نظر بدم. من به عنوان یک آدمی که تاریخ مشغلش بوده، دوست داشته به تاریخ پرداختم، نه صرف به عنوان یک محقق، برای اینکه به مسائل دیگری پاسخ بدم که برام مهم بوده. بحثی در این نیست که ما در این دوره پس از حمله، پس از استیلای اسلام، اون سیر
قهقرایی رو آغاز کردیم. عوامل بسیار متعددی هم وجود داشتن که موجب این عقب ماندگی ما شده. ما پس از حمله، حالا اون چیزی که الان معموله و همه قبول دارن، پس از حمله اسلام ما دوباره قد راست کردیم، دوباره رو پای خودمون وایسادیم. درسته که در شکل و شمایلی دیگر، ولی مشخصه ما ایرانی بودیم و ایرانیت خودمون رو حفظ کردیم. این نگاهی هم که به شما عرض میکنم شما داشته باشید، شما نگاه میکنید به اون چیزی که به اسم تاریخ و فرهنگ اسلامی معروفه. بدون اغراق، یعنی اینو فقط ما نیستیم که میگیم، بلکه متفکرانی مثل ابن خلدون و غیر ایرانی های اسلامی هم میگن. بیش از 90%، این خیلی خیلی با زدی به احتیاطی پایین، بیش از 90% از شخصیت های اسلامی، چهره های فرهنگی و علمی اسلامی مال حوزه فرهنگی ایران هستند. رهبران 4 فرقه بزرگ اسلامی همشون ایرانی هستند. حنبلی، شافعی، حنفی، مالکی، اینا همه ایرانی هستند. بزرگترین مفسران قرآن ایرانی هستند. بزرگترین، حالا دیگه دانشمندانی مثل خیام، مثل خوارزمی، مثل فیلسوفان بزرگی مثل سهروردی و غیره و غیره و غیره و غیره، اینا همه ایرانی هستن. یعنی اینا وقتی میگیم فرهنگ اسلامی، صحبت از اینها میشه. چند درصد دیگری هم که وجود داره مال تمدن‌های شمال آفریقا، فرهنگ‌های شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه، فلسطین، سوریه، مال این مناطق هستن. یه دونه چهره فرهنگی اجتماعی سیاسی شما در عربستان پیدا نمی کنید. توجه می فرمایید؟ به این چیز عجیب غریبی هم نیست، خیلی طبیعی و منطقیه. ببینید، ولی سرکوب شده دیگه در نهایت. شما ببینید، مسئله ببینید، اسلام به عنوان یک دین داره یه ویژگی هاییست که این ویژگی ها خاص خودشه. یکی از اون ویژگی هایی که مشخصه اسلامی اینه که اسلام چیزی غیر از خودش رو بر نمیتابه. شما در دوره اون چیزی که تاریخ اسلامی به ما میگه، نخستین منتقدین و مصلحین اسلامی، یعنی اونایی که خواستن اسلام رو اصلاح بکنن، اصلاح طلب های اولیه اسلامی، ایرانی ها بودن. من یه سوال بکنم، آیا به نظر احتمال این رو نمیدید که اجازه بفرمایید، این خیلی هم طبیعیه که ایرانی ها باشن، در این که ایران یکی از متمدن ترین کشور تاریخ بوده در اون موقع، در زمان خودش. درست میگم. بعد یک ساختار بدوی عقب افتاده صحرایی به بهانه یه دینی که اسمشو گذاشتن اسلام، که خود اونهایی هم که میگفتن ما مسلمانی واقعا نمیدونستن این اسلام چی چیه. آخه مگه میشه ظرف 22 سال 23 سال تمام عربستان مسلمان بشه؟ از زمانی که محمد اولین به اصطلاح آیه ها بهش وحی شد پیغمبر، تا زمانی که مرد 23 سال بیشتر طول نکشید. آخه مگه میشه یه منطقه عظیمی مثل عربستان، کدوم مسلمانی از این ده به اون ده رفته وعظ کرده، موعظه کرده برای دیگران که اسلام خوبه؟ اسلام اینطوری پخش شد تو عربستان، مسلمان ها حمله میکردن، میومدن یه ده و قبیله رو میگرفتن، مسلمان میشی؟ نه، گردنشو میزدن، زنشو اسیر میگرفتن، مالشو میبردن. اگر مسلمان میشد خب کار مشکلی نبود برای اینکه مسلمان بشه. بعد میگفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، تموم شد، شد مسلمان. بعد از اینکه مسلمان ها میرفتن دوباره برمیگشن سر دین خودشون. یعنی در تاریخ اسلام شما میخونید بسیاری از قبایل عرب به ویژه قبایل یمنی تا 7 بار مسلمان شدن. یعنی چی؟
یعنی 7 بار از اسلام برگشتن دوباره مسلمان شدن. یعنی چی؟ یعنی اسلام با زور شمشیر، این اتفاق در بلخ هم افتاده بارها و بار، در همه جا افتاده و اسلام هر جا حاکم شده قید خودش رو از بین برده، چون دین بردباری نیست، غیر از خودش رو نمیتونه تحمل کنه. این مسئله طبیعتا باعث میشه یه ایرانی متمدن پیشرفته حالا که به زور شمشیر مجبور شده مسلمون بشه، سعی بکنه این اسلام رو یک کمی شهری بکنه به زبون ساده خودمون. بنابراین نخستین جریانات اصلاح طلبانه در اسلام از همون اول آغاز شد و گاه کار تا اونجا پیش رفت که قدرت سیاسی وقت، یعنی خلیفه وقت، هم نظر مثبت نشون میداد، مثل دوره عباسی. ولی از اونجا که این ساختار اسلامی به دلیل ساختار مستبدانه خودش، به دلیل ساختار پرخاشگرانه خودش، به دلیل ساختار غیر به اصطلاح بردبار خودش، کوچکترین رخنه‌ای درش به وجود بیاد، بوم، سر تا سر می‌ریزه. در آخر حتی قدرت سیاسی خلیفه ناچار میشد در برابر اون گروهی که بهشون میگن متشرعین، و اونها اکثرا در ریاض بودن، در عربستان بودن، به خاطر اون ناچار میشد عقب بشینه، یعنی که قدرت خودش از بین میره. حالا این پروسه بسیار پیچیده است، ما اینا رو باید بدونیم. شوربختانه دانش تاریخی ما نسبت به این دوره 200 ساله اول اسلامی بسیار بسیار کمه. به قول دکتر ملایری زنده یاد، که ایران تیزکون دل ایران شهر و کتاب 7 جلدی بسیار بسیار نفیسی است راجع به تاریخ اولیه اسلام نوشته ایشون، اشاره میکنه که من تعجب میکنم با توجه به این که منابع تاریخی بسیار فراوانی وجود داره، چرا بهش نمیپردازیم که ما این تاریکی های این 200 ساله رو روشن بکنیم. ولی یه نکته آقای خسروی و دیگر دوستان کاملا مختصه، یعنی آدم با همین دانش محدود تاریخی که داره میتونه بهش برسه. شرایط رشد اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران در دوره ساسانی در قرن ششم میلادی بسیار شباهت داشت به شرایط اروپای غربی قبل از رنسانس. ما 2 انقلاب بزرگ فرهنگی اجتماعی رو در دوره ساسانی پشت سر گذاشتیم، جنبش مزدک و جنبش مانی. اینها همه نشان دهنده تحرکات عظیم فرهنگی اجتماعی بود در جامعه. ما در دوره ساسانی مانوفاکتور داشتیم، یعنی کارگاه های پارچه باری بیش از 1000 نفر کارگر توش کار میکردن. این میشه جامعه صنعتی دیگه، قبول دارید که جامعه پیش صنعتی، مانوفاکتور، جامعه پیش صنعتی. یعنی میخوام اینو عرض کنم، شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، جنگ های طولانی دولت ساسانی با روم آنچنان نیازهایی رو به وجود آورده بود که باید تحولاتی در اون جامعه بسته ساسانی به وجود می اومد. تئوری های بسیاری وجود داره که بعضی از این تئوری ها امروز با یه سری کشفیات جدید، یعنی کشفیات چندین ساله اخیر، تایید میشه، که تمام اون تصویری رو که ما از حمله عرب به ایران داریم، از جنگ قادسیه داریم، از جنگ نهاوند داریم، همه اونا رو زیر و رو میکنه. منتها هنوز گوشت زیادی به این استخون نیست، باید بیشتر تحقیق بشه، بیشتر مطالعه بشه. سکه هایی کشف شده در سیستان که با کربن 14 قدمت اون 60-70 سال قبل از تولد حضرت محمده، بر روی این سکه ها جمله هایی به عربی لا اله الا الله
اشهد ان رسول الله. یعنی 60 سال قبل از اینکه کسی به اسم محمد اصلا دنیا اومده باشه، در سیستان و بلوچستان، در شادگان خوزستان سکه کشف شده. چون سکه دروغ نمیگه، کسی که سکه رو چاپ کرده، ضرب کرده، یعنی یه ساختار سیاسی بوده، یا امیرالمومنین روش هست. تمام اون تصویری که ما از حمله ددمنشانه قادسیه داریم، از جریان رستم فرخزاد داریم، همش به هم میریزه. بله، تئوری ها تغییر میکنه. و بر اساس نخستین نتیجه گیری هایی که از این قضیه شده، که مسلمان ها طبیعتا خوششون نمیاد از این قضیه، اون چیزی که ما به اسم اسلام میشناسیم در حقیقت درگیری بین دو فرقه مسیحی بوده. یکی اونی که در ایران در کیسمون بوده، شما میدونید شما بزرگترین کلیسای مسیحی آسیا در نزدیکی کیسمون قرار داشته. بنابراین اون مزخرفاتی که بسیاری از این تاریخ نویسا از اختناق مذهبی در دوره ساسانی میگن باد هواست. ولی یکی اون بوده و یکی هم که در قسطنطنیه بود. نگاه این دوتا به مسیح و عروج مسیح دو نگاه کاملا متفاوت بود. و این حالا میگم اینا تمام نتیجه گیری های اولیه است، همونطور که عرض کردم. یهو نباید دادم به قول معروف هوا برش داره و شروع کنه بلا 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 بیداد و بیداد بکنه. تمام اینا میگم اینا بحثای تاریخی، هیچ کمکی هم به ما نمیکنه واقعیتش. ولی عرض من اینه که روی تاریخ با این قاطعیت، اونطوری که به بخشی از ناسیونالیست های ما تأکید میکنن، نباید تأکید بکنن. اجازه بدید من از منظر امروزی جامعه مسئولی جواب شما رو بدم. من نه وارد بحث تاریخ میشم، نه وارد بحث سیاسی میشم در این منظر با شما. فقط یک مبحث اجتماعی رو به شما یادآوری میکنم تا پاسخ تمام فرمایشات زیبای شما، که میگم یک نگاه به هر حال همه انسان ها مجازن به نوعا به هر مطلبی یک نگاه داشته باشن. به نوع این پاسخ فرمایش شما رو، در حقیقت نگاه شما رو به کسانی که سعی میکنن فرهنگ ایرانی رو معرفی بکنن، چون من میبینم که دوستان پاسخ های متفاوتی دارن. من این به هم ریختگی پاسخ‌ها رو حقیقت و سوال‌هایی که دارن زیاد جالب ندیدم که بخواد الان مطرح بشه. من ترجیح میدم که به طور کلی یک اجماع رو خدمتتون بگم. در طول هزاره گذشته یک بحران هویت برای ایرانی، فرهنگ ایرانی و جایگاه ایرانی در منطقه‌ای که چهار راه تمدن جهان است به نام خاورمیانه ایجاد شده. چرا ایجاد شده؟ آیا به نظر شما از این دست خاورمیانه سود برده؟ نه. از این عقب افتادگی ما دیدیم که جهان غرب به تکاملی میرسه که از اوج توحش خودش به یک تکامل میرسه، تکاملی که امروز در حقیقت شما سرلوحه کرده ای. من دارم سیاسی نمیگم، فقط این بحث کلی اجتماعی رو دارم به عرض میکنم. شما سرلوحه کرده اید و میفرمایید که خیلی هم درسته، منم اصلا در خوب بودن غرب نمیخوام به شما مخالفت بکنم. حالا من بگم نه، یه چیزی هست اونجا که اون بهتر از اینه، این میشه یک ایدئولوژی که من لمسش نکردم. بدیهیه در پس تاریخ، در این بحران هویت هزار و اندی ساله، در حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم که ما صحبت از بحرانی میکنیم که توسط آیینی به وجود اومده که در اون آیین در کتابش سوره روم هست ولی سوره همسایه ایران نیست. من وارد این بحثا نمیخوام بشم، ولی میخوام خیلی صادقانه خدمتتون عرض بکنم که یه بحران در یک منطقه چهار راه فرهنگ جهانی به وجود اومده. از این بحران یک منطقه دیگری
از فرو رفتن این تمدن یک منطقه دیگه قلیان کرده به اسم غرب، داره یک تمدنی شده و از این تمدن به یک سیویلیزیشن نوین رسیده. نه جایی در زندو حال این چهار را مردمش به این آمده اند که قلیان کنند، نه به بهانه این که چیزی بد است. من الان در مخالفت با غرب دارم صحبت نمی کنم، مخالفت با تئوری و تفکر شما صحبت نمی کنم، مخالفت با هیچ نگاهی نمی کنم، فقط یک چیز میگم. چه اشکال داره که یک مردم در یک منطقه‌ای که ما بهش میگیم چهار راه فرهنگ جهان بخواهند دوباره قلیان کنند و از بیس خودشون خودشون رو بازشناسی کنند، از این سرکوب هزار ساله فرهنگی خودشون رد بشن و ببینن چگونه میتونن اصل خودشون نه عصر خودشون رو. اصلا مسئله عصرشون نیست، بدیهیه که ما قرار نیست به دوران هخامنشی یا ساسانی برگردیم، ولی عصر خودشون رو شکوفا کنند. کما این که پادشاه فقید علی حضرت محمد رضا شاه بزرگ همایون آیامه به حضور شما عرضم که سخن از دروازه های تمدن بزرگ میکرد و میبینیم که در دریم ایشون هم اون چیزی رو که امروز همین جوان هایی که حالا در قالب ایرانگرایی میهن پرستی موج میزنه میخوان قلیان کنن از ریشه های، من فکر کنم اعلی حضرت هم نقطه اوجشون در جشن های 2500 ساله احترام به کوروش کبیر بود، یعنی باز پسگیری هویتمون از تاریخمون. خب حالا چه اشکالی داره که مثلا من خودم نمیخوام بکنم، مثلا فرض کنید که من تو این دست نیستم، من به عنوان یک منتقد در کنار شما نشستم، من اشکالی در این نمیبینم که ادعی هم در قالب روشنگران، نه همش روشن فکران، روشنگران اونان که از دل لجنزار تاریخ نقاط طلایی عصر و تمدن گذشته ما رو بیرون میکشن و ما میگویند که ما میتوانیم دوباره این باشیم. خب فکر نمی کنم این بد باشه. از بی هویتی هزار و اندی ساله‌ای که داشتیم تا آنجایی که حزبی برای ما در شوروی روسیه تشکیل بشود و حزب دیگه ما رو در لندن بسازند و حزب دیگه ما رو در آمریکا تشکیل بدهند و گسیل کنند به ایران که ما مثلا بفهمیم که چیزی به اسم ساختار حزبی وجود داره و میشه گذشته از قومگرایی، گذشته از این که تعلق به کدوم منطقه داری، گذشته از این که چه آیین و دین و فرهنگی داری، در قالب احزاب هم مردم به صورت گروهی با هم دیگه کار گروهی بکنن، تفکر گروهی بکنن. خب این نگاهی که ما از قبل داریم واردش میکنیم، سعیم میکنیم، من خودم میخوام و از شما یه مدد میخوام در این زمینه که حتما به من کمک بکنیم، بدیهیه که این بحث های ادامه خواهد داشت، که این رو، این نگاه رو برای ایرانیان آشنا کنیم، بیاین احزاب رو بشناسن، بیاین چگونگی تشکیل احزاب رو بشناسن، ما یاد بگیریم که چجوری حزب میتونیم تشکیل بدیم. حالا ایده هم میاین از دل تاریخ دردانه های تاریخی ما رو بیرون میکشن و میگن آقا ما همچی بی هویت هم نیستیم، ما همچی این عکسای اندماغ آویزون دوران قجری رو دیدید شما، حتما شما هم دیدید و به خودمون گریستید، من هم گریستم. میگه آقا این هویت من نیست، این بی هویتی منه، دور از هویت ماندگی منه و عزیزان بیایید به خودتون بیایید و برای قلیان کردن یک سیویلیزیشن نوین عرض شود خدمت شما بپاخیزید، همونطور که
علازت رضا شاه کبیر به پا خواست، همونطور که علازت محمد رضا شاه فقید زحمت کشیده. تضادی با من بین این که این تفکر نوینی رو که شما بهش اعتقاد دارید و اون تلاش گسترده نمیبینم. نه ببینید، مسئله تضاد نیست. اولا ببینید نحوه نگرش های متفاوت هست و بعد این نوع نگرش های متفاوت الزاماً در برابر همدیگه قرار نمیگیرن. میتونن موازی با همدیگه حرکت کنن برای روشن شدن بهتر مسئله. برای اینکه شما ببینید یه چیزی ناشناخته اینجا دارید، بعد میخواید این ناشناخته در تاریکی مطلق فرو رفت. یه چراغ قوه کوچولو شما دارید میندازید که بخشش روشن میشه، یکی دیگه چراغ قوه دیگه داره از اون طرف میندازه بخش بزرگترش روشن میشه، و نورافکن میندازید همش روشن میشه. الزاما این نحوه‌های نگرش متفاوت به مفهوم مخالف همدیگه بودن و متضاد با همدیگه نیستن. مسئله اینجا سر دو چیز، ببینید مسائل مختلفی رو شما مطرح کردید. اون چیزی که به نظر من خیلی مهمه، ببینید یه وقت که ما شما میخواییم یه بچه کوچولو رو یا یه آدم بزرگ رو در یه مسابقه دو شرکت کرده، در اولی با 2 ثانیه یا 2 دهم ثانیه از رقیبش عقب افتاده، شما تمام نیروتون رو به کار میبرید که این آدم رو هم از جهت فیزیک هم از جهت روانی تقویتش بکنید. آقا تو میتونی پیروز بشی، تو میتونی این 2 دهم ثانیه رو ببری و برنده بشی، مدال طلا رو ببری، تو پسر فلانی هستی، یادت میاد بابا چطوری میدویی، یادت میاد مامانت نمیتونم چطوری. این یه راهشه. یه راه دیگرش هم اینه که شما خیلی منطقی بشینی نگاه کنی، یه برنامه بریزی با یه تمرین های متناسب با استفاده از متخصصین و و و و این آدم رو به اون حد از توانایی برسونی که بتونه حریف رو شکست بده و با قدرت برسونی. قبول داری که حتی همون حریف هم خودش باید به خود باوری برسه که این کارو میتونه بکنه. اون کار اولی و اون چیزی که شما بهش میگید خود باوری، مال آدم های ایراشونل غیر تکاملی یافتن. من اینطوری میبینم قضیه. اون راه دومی مال آدم های عقلانی، مال آدم های راشونلی. طبعاً از هر دوی این متد در تقویت همدیگه و در تکمیل همدیگه آدم میتونه استفاده بکنه. اینطوری نیست که فقط اینو دفع بکنید. نه، من اصلا اعتقادی به دفع ندارم. بلی، مسئله مهم اینه که ما نگاهمون یک نگاه راشنل باشه، یه نگاه عقلانی باشه، عملکردمون هم یک عملکرد عقلانی باشه. یه عملکرد عقلانی طبیعتاً اون باد کردن و بای 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 به 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 برام تایید میکنه، برای این که علم تجربه نشون داده بیماری سرطانی که همه دکترها گفتن آقا تو تا 2 ماه دیگه میمیری، یارو به دلیل خان که خواست زنده بودن درش آنچنان قویست و 3 سال دیگه هم زنده میمونه. از هیچ کدوم اینا رو نمیشه نفی کرد، ولی اون چیزی که مهمه اینه که ما نگاهمون از اون نگاه نوستالژیک و احساسی از اون ببریم، برای اینکه کمک ما نمیکنه. تا به حالم کمک ما نکرده. من در همین مسئله پروسه بعدا در جلسه دیگه بهش خواهیم رسید، راجع به اونها صحبت خواهیم کرد. بعد یه نکته معتقدم این البته من جسارت میکنم خدمت شما، حتما که باید بحث‌های زیادی رو در خدمتتون باشیم و از شما بیاموزیم، ولی من معتقدم که اگر فرض کنید ما قرار باشه، هم از مثال شما استفاده میکنم، اگر قرار باشه که یه تیم تمرینی رو برای فرستادن به زمین فوتبال، اونم با تیمی که قبلا چند بار قهرمان جهان شده، آماده بکنیم، تمامی اون مسائل علمی و تخصصی و نگاشته شده ای که میبایست لازمه
و بود هویت، بود هویتی، بود هویتی او هم براش لازم. آخه این مسئله هویتی رو که شما دارید میگید، ببینید همین مسئله است. ما اینو بهش میگیم غیرت. یا میبینید یه تیم فوتبال که تیم آماتوره، یه تیم آماتوره در برابر یه تیم حرفه‌ای درست حسابی قرار میگیره و به قول معروف با غیرت طرف رو میبره. ولی بار دوم اون تیم حرفه‌ای یادش افتاده ما اینا رو دست کم گرفتیم، ما همچین ترتیبش رو میده که دیگه اصلا نفس نمیتونه بکشه. ببینید اینا من منکر هیچ کدوم از این فنومن ها نیستم و عملکرد اونها هم همینطور، همشون وجود دارن، چون وجود دارن بنابراین قابل نگاه کردن هستن. ولی من میخوام ببینیم سر مسائل روشن بشه. ما وقتی راجع به بحران هویت صحبت میکنیم یعنی چی؟ بحران هویت تاریخی چرا از 1000 سال پیش شروع شده؟ چرا از 1400 سال پیش شروع نشد؟ من معتقدم از همون منظور از 2000 که عرض میکنم، منظورم 1400 ساله. ببینید اینطوری نیست. این ببینید چون این وقتی شما راجع به این مسئله با این قاطعیت صحبت میکنید، این به مفهوم اینه که شما تمام این دوره 1400 ساله و دوره قبلش رو به خوبی میشناسید. نه. نه 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 این فقط یک مثال عددی بود. من حتی هم نگفتم 1400 سال، گفتم در یک بحران 1000 ساله. ببینید بحران نیست، این یک قسمتی از زندگی تاریخی ما. ببینید ملت ایران بله نخستین ملت تاریخی بوده. دقیقا ملتی است که در طول 3000 سال به طور مستمر وجود داشته. دقیقا. همیشه در دوره داریوش و کوروش نبوده، همیشه در دوره انوشیروان و بهرام نبوده. دقیقا. ولی وجود داشته به عنوان یک ملت. این خیلی مهمه. بله. این یه ویژگی خاصی است که ملت ایران داره. از این نباید ولی نتایج عجیب و غریب گرفت. شما در دوره زندگیتون دوره جوانی دارید، دوره کودکی دارید، دوره میانسالی دارید، دوره پیری دارید، همه اینا رو دارید. شما مریض میشید، شما سالم میشید، شما قهرمان میشید، شما شکست میخورید، ثروتمند میشید، گدا میشید، مهاجر میشید، پناهنده میشید، همه اینا رو. این که ما به یک دوره تاریخی بگیم دو بحران هویتی، ویژگی این ملت دقیقاً همین بوده که بحران هویت نداشته. در برابر این حمله ویران کننده‌ای که حمله عرب و حمله اسلام بوده، هویت ایرانی خودش رو حفظ کرده. در برابر هجوم اقوام ترک که ویرانگر بودن، هویت خودش رو حفظ کرده، حتی اونها رو تبدیل به خودش کرده. بله من بارها همینو گفتم، گفتم ما اسلام اومد شیعهش کردیم، به حضور شما عرضم مغول اومد مسلمونش کردیم، اینا رو گفتم. نه اینطوری نیست، ما کجا ما شیعه کردیم؟ حالا نه ببینید داخل، ببینید یه سری علویگری رو در ایران، یه سری پارول هست، یه سری شعار هست که ما همینطور واقعا بدون اینکه راجب صحت اونها، صحت و سقم اونها چه استفاده میکنیم. بله بله این همون میشه که آقای شیعه آریایی سپاه پاسداران چه کاری به ما داره؟ شاه سلطان و شاه اسماعیل 20,000 نفر رو در یک روز در تبریز گردن زن. بله شیعه ما همونطور شیعه شدیم که مسلمون شدیم با شمشیر. بنابراین این صحبت ها صحبت هاییست که هیچ پایه منطقی و تاریخی ما براش نداریم، صرفاً به دلیل تکرارش. و اینجاست که میگم اون نگاه ناسیونالیستی نوستالژیک این گونه بدآموزی ها رو تقویت. من نفهمیدم هنوز من در مورد آموزه های من اگر مطلبه که من وارد بحث بشم، ولی اگر به طور کلی دارید میفرمایید، من معتقدم که داریم از موضوع بحث خیلی خارج میشیم با توجه به اینکه محدودیت زمان ما هم به 10 کشیده. بله بله. من ضمن اینکه بسیار سپاسگزاری میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، ما بسیار آموخته از شما داریم امشب و بدیهیه که وقتی به بحث آزاد کشید صحبت،
شما هم نقطه نظرات خودتون رو فرمودید که اون هم جای بحث و گفتگو داره و نقطه نظرات شما هم به عنوان یک هموطن عزیز قابل احترامه و بدیهیه که ما میشنویم. اما میخواستم از اگر اجازه بفرمایید که آروم آروم من ته بحث رو ببندم و جمع کنم که بتونیم با دوستان خداحافظی داشته باشیم. حتما این کار رو بکنیم تا جلسه آینده که میتونیم بیشتر راجع به این مسائل و ابهاماتی که پیرامون اون وجود داره گفتگو بکنیم. البته با موضوع قبلی شروع میکنیم دیگه، یعنی در حقیقت موضوعات رو گفتگویی که ما داشتیم بعد از یک ساعت دوم من انتظار داشتم اینجا به عرض شما خدمت شما معصومی این یک ساعت دوم رو انتظار داشتم که بحث آزاد نشه. من فکر میکردم که الان شما مثلا به من اجازه بفرمایید که من در رابطه با احزاب و اون نکته ها ازتون چند تا سوال بکنم و یاد بیاموزم از شما، ولی خب شما تمایل نشون دادید به بحث آزاد و رفتید اون ور و بعدم جسارت نکردم. به هر حال جلسه اولی که در خدمتتون هستم، به طور اخص پذیرای شما هستم و آموختم، بسیار ازتون آموختم، ازتون سپاسگزارم. بدیهیه که تو جلسات دیگه ما سعی میکنیم که یه ذره شما رو بیشتر اذیت بکنیم و بیشتر از شما انرژی بگیریم و اطلاعات بگیریم. هیچ ایرادی نداره، شما تا میتونید من اذیت بکنید اذیت کردم من سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. من با شما اینجا امکان بدرود گفتن دارم، اگه شما میخواین بدرود بگید با دوستان. من هم از دوستان و شما خداحافظی میکنم تا جلسه بعد که زیارتتون بکنم. سپاسگزارم. سپاسگزارم. بله، جناب معصومی رو داشتیم و با ایشون خداحافظی کردیم. من ازشون سپاسگزارم تشریف آوردن. بدیهیه که وقتی وارد بحث آزاد شدیم ایشون نقطه نظرات شخصی خودشون گفتن و نقطه نظرات شخصی هر کسی متعلق به خودشه. ما مسلما در مبحث بحث آزاد، چون امشب ایشون مهمون من هستن و من شنونده و همینطور عزیزانی که تشریف آوردن، ولی فردا شب که بحث آزاد رو خواهیم داشت، فرمایشات ایشون رو به چالش می‌گذاریم و من می‌دونم که الان دوستان بسیار زیادی ایستادن برای اینکه فردا شب و بیان و به حضور شما عرضم با آقای معصومی عزیز و گرامی ما گفت و شنود داشته باشن. اینجا دیگه بحث باز و آزاد است و همه عزیزان به اتفاق به حضورتون عرضم که میتونم بیان و گفتگو کنیم و صحبتهای رو به جایی که میبایست بریم. از اینکه با ما بودید ازتون سپاسگزارم. ایام به کام بهتون میگم. از اینکه شنونده بحث بودید. از جناب معصومی هم سپاسگزارم. من بسیار مطالبی رو که لازم داشتم آموختم و بدیهیه که بسیار سوال رو هم مطرح کردم، تو ذهنم مطرح کردم که فرصت نیافتم سوالات رو مطرح بکنم. برای جلسه بعد ازشون خواهش میکنم که پاسخ سوالات رو بدن. ایامتون بکام، شب خوش، جاوید شاد.